سلام دوستان گلم، امروز میخوام براتون نون بدون خمیر مایه درست کنم. خب 500 گرم آرد معمولی رو من الک کردم. قبل از اینکه من شروع کنم به انجام دادن خمیر، یه چند تا چیزی هستش که بایستی بهتون بگم. یکی این که این 30 گرم خمیر هستش. ببینید، این خمیر رو من یک هفته قبل داشتم، از خمیرهایی که انجام داده بودم باقی مونده بود، گذاشته بودم داخل یه کیسه فریزر، گذاشتم داخل یخچال. یه نمه بوی ترش میده. خب برای 500 گرم آرد 30 گرم این خمیر رو من استفاده میکنم به جای مایه خمیر، مخصوصا الانی که مایه خمیر خیلی کمیاب شده. و یه قاشق سرخالی شکر به این خمیر اضافه میکنم و آب گرم. من از آب گرم استفاده میکنم داخل این خمیر. 300 میلی لیتر آب گرم هستش که آبو کم کم اضافه میکنم. نصف قاشق نمک. عزیزانی که میگید خمیر من بر نمیاد یا اینکه نون من خشک میشه، روش میسوزه، داخلش خام میمونه، این دستگی به آردتون داره. حتما یه مقداری کره یا روغن یا روغن زیتون داخل خمیرتون اضافه بکنید. هم مال آرد میتونه باشه، هم مال فر میتونه باشه. و بعضی از آردها یه جوری هستش که مثلا زمانی که خمیر رو ورز میدید میذارید استراحت میکنه، بعد از یک ساعت دوباره یکم ورز بدید، بذارید یه 20 دقیقه نیم ساعت استراحت کنه که نونتون مسپخت بشه، خشک نشه. و نون زیاد اگر میخواین درست بکنید حتما دونه دونه داخل نایلون بذارید تو فریزر. قبل از اینکه استفاده بکنید یک ساعت قبل از فریزر بیارید در دمای آشپزخونه، نرم میشه. فقط در دمای آشپزخونه، نه اینکه داخل فر یا ماکروفر گرمش کنید، اونجوری خشک میشه. خب ببینید آرد من خب خیلی خوبه دیگه، همین آردهای معمولی هستش. از 300 میلی لیتر 120 میلی لیترشو من از این آب گرم استفاده کردم. بعضی وقتا برای منم پیش اومده که من واسه 500 گرم آرد 200 میلی لیتر آب مصرف میکنم، یا بعضی وقتا 80 میلی لیتر. یعنی فکر کن چقدر فرقشونه. الان 120 الا 130 استفاده کردم برای 500 گرم آرد، بعضی وقتا 200 میلی لیتر، خیلی فرقشونه. پس بعضی از آردها اونجوری هستش. خب ببینید خمیر من به همین راحتی جمع شد، هیچ دیگه احتیاجی نداره. اما من به خاطر اینکه شما بدونید که خمیر چرا خوب ورز داده نمیشه و نون خوب چرا ندارید، باز دوباره اومدم چیکار کردم، خمیر رو میز کار ورزش میدم که شما ببینید. هیچ جای این خمیر رو من کات نکردم،
از اول تا به آخر این خمیر دارم انجام میدم که شما ببینید. ببینید تازه با خمیر که یک هفته قبل مونده بود بهتر خمیر جمع میشه، با مایه خمیر انقدر سریع جمع نمیشه. پس از خمیرتون به این اندازه داخل یه نایلون بذارید، داخل یک کیسه فریزر بذارید، بذارید داخل یخچال یک ماه میتونید نگهداری بکنید. بعد دیگه مقدار بوی ترشیده میده که نصفش کنید، نصفشو بذارید داخل یخچال، یا همه رو یه جا مخلوط این خمیر بکنید، دوباره از این خمیر بذارید کنار و هر باری که استفاده کردید یک قاشق شکر حتما بهش اضافه بکنید که خمیرتون سریع جمع بشه، خمیرتون دیگه خیلی چسبنده نشه. اون شکر اگر به قیافه شکر نگاه بکنی میگی که خب این چسبنده تر میشه، ولی نه، ببین همون شکر باعث میشه که بافت خمیرتون به این خوبی میشه. الان این خمیر آماده است دیگه، من الکی دارم ورز میدم که به شما عزیزان نشون بدم که ببینید این خمیر چقدر سریع جمع شد. من همیشه بهتون گفتم که یه نون خوب یه حوصله خوبم میخواد، یعنی اینکه خمیرتون رو ورز بدید، استراحت طولانی بدید که نون خوب داشته باشید. الان من اینو تا فردا صبح اینطوری ورز بدم، این خمیر بازم خمیر خوبیه، هیچ جا نچسبیده. ببینید این کاسه رو شستم، نه چربش کردم، اشکالش نکردم، شستم این آبه. اینو میذارم داخل این کاسه بمونه یه جای گرم، اینو میذارم روش. خب دوستان، این خمیر رو من 10 ساعت گذاشتم تا ور اومد، به دلیل اینکه مایه خمیر نداره و با 30 گرم خمیری که از قبل داشتم من خمیرم رو انجام دادم. اگر که شما خواستید که زودتر به عمل بیاد، یعنی 100 گرم خمیر قبلی رو میتونید با 500 گرم آرد خمیر بکنید که زودتر به عمل بیاد، یعنی تو 2-3 ساعته به عمل بیاد. خب این آماده است که الان من درستش کنم. اینو من 2 تا نون درستش میکنم. کمی آرد میزنم و خمیر رو با وردنه بازش میکنم. سینی فر رو من کاغذ گذاشتم و اینو پهنش میکنم رو سینی. خب اینو دوباره 10 دقیقه دیگه میذارم تا اینکه یه مقدار دوباره به عمل بیاد که راحت تر باز بشه، یعنی هر خمیر رو بعد از اینکه دستکاری میشه احتیاج به استراحت داره. خب اینو میذارم 10 دقیقه دیگه. خب تا 10 دقیقه استراحتی که به خمیر دادم، یه توضیح در مورد زرده تخم مرغ و بوی زخم اون روی نون بدم بهتون. یه زرده تخم مرغ رو من با یه قاشق غذاخوری شیر مخلوط کردم و الان یه قاشق چای خوری آرد بهش اضافه میکنم.
اینا رو خوب مخلوطش میکنم، دیگه بوی زخم نمیده تخم مرغ. با همون شیر که مخلوط میشه بوی زخمش گرفته میشه. اما اگه شما دوست نداشتید حتما یه مقدار آردم اضافه بکنید، چون من زرده تخم مرغ رو برای روی نون خیلی دوست دارم، شکل و قیافه نون خیلی خوشگل میشه، بوی زخمم نمیده. خب دیگه آماده است. اینم بعد از 10 دقیقه که استراحت بهش دادم، ببینید خیلی راحت باز میشه. همینطور که گفتم هر بار که خمیر دستکاری بشه سفت میکنه خودشون، دیگه باز نمیشه. یه مقدار 10 دقیقه یه رو استراحت که بهش بدین دیگه باز میشه، خیلی هم راحت باز میشه. ببینید. خب من قبل از این که فرم بدم یه مقدار سیاه دونه یا حالا کنجدی که میخوام بریزم رو نونم، از همین الان این کارو میکنم، چون که بعد از این که نون میپزه حتما میریزه. اینم از این زرده تخم مرغ و آرد و شیر رو میمالم روی نونم. آماده است که بره داخل فرکه. 10 دقیقه قبل به درجه 250 سانتیگراد گرم شده. مدت پخت این نون 10 دقیقه هستش. دوستان نازنینم، اینم نونای ما آماده شدش. امیدوارم که درست بکنید و از خوردنش لذت ببرید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.